تهدید آخوند رئیسی علیه روحانی. اتحادیه اروپا حملات ترکیه به مناطق کردنشین شمال سوریه را محکوم کرد. برندگان نوبل اقتصاد 2019 از هند، فرانسه و آمریکا. آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در واکنش به رد کردن مرز سرخ در مورد مجاهدین و طرح موضوع شرکت مجاهدین در اولین دور انتخابات مجلس پس از انقلاب توسط آخوند شیاد حسن روحانی گفت مخدوش کردن قانون غیر قابل قبول است. رئیس قوه قضاییه خامنه ای افسود مسئولان و به طور خاص مسئولان اجرایی قانون اساسی نباید به نام فراجناهی بودن و انسجام به صورت جناهی و در جهت دو قطبی سازی اقدام کنند. نماینده انگلستان روز دوشنبه در جلسه کمیته اول مجمع عمومی گفت We call on Iran to fully implement its commitments. We are deeply concerned by Iran's reductions in compliance and we urge them to recommit to the deal. ما از رژیم ایران می‌خواهیم تعهدات خود را به طور کامل انجام دهد. ما از کاهش پایبندی این رژیم عمیقاً نگرانیم و از آنها مصرانه می‌خواهیم که مجدداً به توافقنامه متعهد شوند. وی افزود ما همچنین نگرانی‌های خود در رابطه با برنامه گسترده‌تر موشکی رژیم ایران ابراز می‌کنیم. این کار امنیت اروپا را تهدید می‌کند و منطقه را بی‌ثبات می‌کند. به رژیم ایران فراخوان می‌دهیم که به محدودیت‌های توسعه و گسترش موشکی در قطعنامه‌های 2231 و 2016 شورای امنیت ملل متحد پایبند باشد. نماینده فرانسه در جلسه کمیته اول مجمع عمومی نسبت به نقض برجام توسط رژیم آخوندی ابراز نگرانی کرد و گفت ما نسبت به اعلام‌های اخیر رژیم ایران که به اجرا گذاشته شد به شدت نگرانیم. این رژیم باید با احترام کامل به برجام برگردد. ما از کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قویاً حمایت می‌کنیم که باید به بازرسی‌های خود ادامه بدهد و مأموریت‌های خود را کامل انجام دهد. وی افزود رژیم ایران باید انتقال غیرقانونی موشک بالستیک و فناوری‌های موشکی به عوامل دولتی و غیر دولتی در منطقه را فوراً متوقف کند. این امر بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت الزامی است. اتحادیه اروپا در جریان نشست وزرای خارجه در لوکزامبورگ به اتفاق آرا حمله نظامی ترکیه به مناطق کردنشین شمال سوریه را محکوم کرد و خواستار توقف فروش سلاح به این کشور توسط اعضای این اتحادیه شد. رئیس کمیسیون اروپا پس از این نشست اعلام کرد این اتحادیه همچنین از تمام کشورهای عضو خواسته است تا فروش هر گونه سلاح به آنکارا را متوقف کنند. اسپانیا، اتریش و بلژیک با پیوستن به آلمان و فرانسه از طرح توقف فروش اسلحه به ترکیه حمایت کردند. نوبل اقتصاد 2019 روز دوشنبه به سه اقتصاددان از هند، فرانسه و آمریکا برای تحقیقات آنها در افزایش توانایی مبارزه با فقر در جهان تعلق گرفت. آبهیجیت بنرجی از هند، استر دوفلو از فرانسه و مایکل کرمر از آمریکا به عنوان برندگان نوبل اقتصادی سال 2019 معرفی شدند. خانم استر دوفلو دومین زنی است که در تاریخ 51 ساله اهدای جایزه نوبل اقتصاد به عنوان برنده نوبل اقتصادی معرفی می شود. وی که 47 سال سن دارد و متولد 1972 در پاریس است، جوانترین برنده جایزه نوبل اقتصادی است.